اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن إنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا
غنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بنال بلبل اگر با من سر یاری است که ما دو عاشق زاریم و حال ما زاری است در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه های تاتاری است بیار باده که رنگین کنیم جامه دلق که مست جام غروریم و نام هوشیاری است نبستند در توبه حالیا برخیز که توبه وقت گل از عاشقی ز بیکاری است سحر کرشمه وصلش به خواب می دیدم زهی مراتب خوابی که به ز بیداری است خیال زلف تو پختن نه کار خامانه است که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال هزار نکته در این کار و بار دلداری است به آستان تو مشکل توان رسید آری عروج بر فلک سروری به دشواری است روندگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوی در کمازاری است خب خیلی خوش آمدید من فرصت میدم به جناب آقای جعفری عزیز دعوت میکنم از ایشون که بیان برای خوش آمد مدیریت محترم مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری با ذکر صلواتی و منم یک نفسی بگیرم باز در خدمت شما هستم ای خدای قادر بی چند و چون واقفی بر حال بیرون و درون ای خدای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش
قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمام حضار گرامی، سروران گرانقدر. در این ایام ماه مبارک رمضان برای ما مغتنم است حضور شما اساتید گرامی. بنده امتثال امر کردم، وگرنه جای من اینجا برای صحبت نیست در مقام شما دوستان، در مقابل شما دوستان. به من هم شد که خیر مقدم عرض کنم، متشکرم از این اجابت دعوت ما و دوستانی که این محفل را آماده کردن. مقدمتا بگم مجلس ما با همکاری و مشارکت دفتر نشر فرهنگ اسلامی، انجمن اندیشه و قلم و مؤسسه علامه جعفری برپاس برای آیین رونمایی کتاب آریگویی به زندگی، معنای زندگی از دیدگاه علامه جعفری و متفکران غرب. آقای دکتر نصری، من از سالها پیش در جریان هستم، خیلی زحمت روی این کار کشیدن روی آثار علامه تو این چند سال بعد از فوت مرحوم علامه جعفری، انصافاً جزو یاران صدیق و با وفای ما بودن. همچنین از داماد عزیزمون آقای صدوقی تشکر میکنم که همیشه ما رو تشویق میکردن به این کارا و دعایشون همیشه میدونم حتما پای سر ما بوده. تشکر ویژه از آقای دکتر مهدی گلشنی دارم که این دعوت حقیر رو پذیرفتن و در این مجلس تشریف آوردن. متشکرم. آقای نصیر رو ما واقعا، من قلبا دوستشون دارم، نه به خاطر این کارا، انسان شریف، صادق، مخلصانه کارهایی که برای علامه جعفری کردن، خیلی کسها این کار رو انجام ندادن. خیلی از شاید بگم نزدیکان، شاگردان و کسانی که ملازم ایشون بودن تو درسای ایشون وقت نکردن، خیلی از ایران هجرت کردن، تشریف بردن، وقت رو نکردن. اما من شایسته است تشکر ویژه‌ای از جناب آقای دکتر نصری داشته باشم. از طرف خانواده‌مون تشکر ویژه‌شون دارم. دوستان دیگه، وابستگان، علاقمندان، کتاب امیدواریم جایگاه خودش رو در جامعه ما انشالله پیدا کنه. آقای دکتر نصری پیش از این هم دو سه اثر بسیار فاخر در رابطه با علامه جعفری به رشته تحریر در آوردن. اولیش کتاب تکاپوگر اندیشه است که در زمان حیات خود مرحوم علامه جعفری به طبع رسید. کتاب بعدیشون آفاق مرزبانی است، مدتی بعد از رحلت علامه جعفری به چاپ شد توسط انتشارات سروش. کتاب تکاپوگر اندیشه رو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده و کتاب اندیشه الهی ایشون هم که دیدگاه علامه جعفری راجع به امیرالمومنین علیه السلام است. سه تا از آثار قبلی جناب آقای دکتر نصری فاخر و بسیار وزین، خدمات خوبی به جامعه علمی کشور کرده. متشکریم. کتاب حاضر هم به نام آریگویی به زندگی، حداقل من یک سالی میشه که خدمت آقای دکتر تلمذ داشتم، زانوی شاگردی در خدمت ایشون زدم، استفاده کردم از این کتاب. موارد و نقطه نظرات دانشمندان و متفکران غربی در مقایسه و تطبیق با آثار علامه تو بحث زندگی و انسان شناسی نکات خیلی خوبی رو عرضه کردن. همونجور که عرض کردم، امیدواریم که جایگاه ویژه خودش رو در جامعه علمی کشور ما پیدا کنه انشالله. مجدداً از طرف مؤسسه علامه جعفری، انجمن اندیشه و قلم و دفتر نشر فرهنگ اسلامی به تک تک عزیزان خوش آمد عرض میکنم. ممنونم که این دعوت ما رو لبه گفتید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزاریم از آقای علی جعفری، مدیریت محترم مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری. اما میزبان دیگری همینجا حضور دارن، جناب آقای دکتر دبیری مهر، رئیس هیئت مدیره انجمن اندیشه و قلم، برای خیر مقدم به میهمانان عزیز تشریف بیارن و هم برای گفتگو. من هم سلام عرض میکنم خدمت استادان عزیز حاضر در جلسه و مهمانان گرامی که شرف حضور دارند و
در این ماه مبارک و در این مکان ارزشمند یاد و خاطره همه علما و دانشمندان و فضلای این کشور و این فرهنگ غنی به ویژه مرحوم حضرت علامه جعفری رو گرامی می‌داریم. بنده قرار نبود صحبتی بکنم، الان هم بنا ندارم صحبتی بکنم، فقط عرض ادبی بکنم خدمت همه عزیزان و نکته ای رو در خصوص انجمن اندیشه و قلم و مشارکتی که در برگزاری این محفل و این نشستاش رو اشاره بکنم خدمت عزیزان. انجمن اندیشه و قلم انجمنی هست با سابقه 1.5 سال نوپا و نوباوه هست. اعضای انجمن هم اغلب و اکثرا نسل جوان کشور هستند که در حوزه پژوهش و علم و فکر فعالیت دارند در شاخه‌های متعدد و متنوع، و به حمدالله در این بیش از 1 سالی که سپری شده فعالیت‌های ارزشمندی داشته. مهمترین وظیفه و رسالت انجمن اندیشه و قلم ایجاد پیوند بین نسل جدید و جوان کشور با میراث فکری و فرهنگی فرهنگ ایرانی و اسلامی است، و در این خصوص در حوزه‌های دهگانه‌ای که همه حوزه‌های علوم انسانی هستند نشست‌های مختلفی رو ما برگزار کردیم و دیدارهایی رو با فحول کشور، متفکران کشور از نسل‌های گذشته در دست اقدام داریم و نشست‌هایی رو برگزار کردیم در تهران، قم، تا این گسستی که به عنوان یک مشکل و یک بحران بین نسل گذشته متفکر جامعه ما و نسل جدید دانش‌پژوه ما وجود داره و دائم از اون به عنوان یک مسئله یاد میشه تا حدودی رفع و رجوع بشه و این انتقال در واقع معارف و فرهنگ پژوهشی و علمی صورت بگیره. این البته هدف انجمن هست، یکی از اهداف انجمن هست. اینکه چقدر موفق بوده و چقدر موفق خواهد بود باید صبر کرد، اما اعضا همه تلاش میکنن و کوشش دارن که این اتفاق بیفته. این جلسه هم که خدمت شما عزیزان هستیم، مشارکت انجمن برمیگرده به شاید حدود 5-6 ماه قبل بود که این اثر آریگویی به زندگی در حال تدوین توسط آقای دکتر نصری بود. صحبتی با جناب آقای جعفری داشتیم و اعلام آمادگی کردیم که ما آمادگی داریم، همونطور که جزء اساسنامه ما و اهداف ما هست، در ترویج اندیشه های بزرگان کشور از جمله مرحوم علامه جعفری کمک بکنیم در قالب های مختلف، رونمایی از کتاب، برگزاری نشست ها، نقد آثار و آرا. این آمادگی در انجمن وجود داره و به حمدالله اولین گام با مؤسسه حاضر همین جلسه ای هستش که امروز داره برگزار میشه و این رو ما فتح باب مبارکی میدانیم که انشاءالله منشأ جلسات دیگر و نشست های دیگری به ویژه در خصوص مرحوم علامه جعفری باشد و بتوانیم نقش و سهم خودمون رو حالا به عنوان یه نسلی بعد از اساتیدی که در این نشست حضور دارند در تحکیم و تثبیت و ترویج آموزه‌های فرهنگ ایرانی اسلامی ایفا بکنیم. لازم می‌دونم از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست مشارکت داشتن تشکر بکنم و برای همه عزیزان هم آرزوی توفیق روزافزون و قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک. سپاسگزاریم از آقای دبیر مهر. اما اولین سخنران جلسه رونمایی از کتاب آرگویی به زندگی اثر آقای دکتر عبدالله نصری
آقای دکتر قاسم پور حسن هستن. آقای دکتر قاسم پور حسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر در حوزه فلسفه فارابی با تخصص فلسفه دین، فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی است. از آثار ایشان خانشی نو از فلسفه فارابی، هرمنوتیک تطبیقی، بررسی همانندی فلسفه تأویل در اسلام غرب، فرهنگ و جامعه ایرانی، فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی، زبان دین و باور به خدا و بالاخره ابن سینا و حکمت مشرقی. جناب آقای دکتر قاسم پورحسن مدت 15 دقیقه برای ما سخنرانی خواهند کرد. اولا خیلی خوشحال هستم که کتاب آقای دکتر نصری آریگویی به زندگی منتشر شد. این کتاب پیشینه خیلی طولانی داره از دغدغه‌های آقای دکتر نصری درباره بحث‌هایی که در ایران شکل گرفته بود. متأسفانه حالا من اینو در بخش پایانی هم تأکید می‌کنم. اساتید ما و پژوهشگران ما، من عبارتم اینه که در ذیل فیلسوفان غرب ادامه فکر میدن و کاملا هم تابع اونها میاندیشن. میدیدم که آقای دکتر نصری رو آزار میداد از این که چه در نشسته هامون چه در رساله هامون دائما هم استاد هم دانشجو تصور میکرد که ما در میراث و ودایع اسلامی چیزی برای بحث از زندگی و فلسفه زندگی که تعبیر علامه جعفری هم هست یا درباره انسان نداریم. خب ببینید، وقتی دپارتمان هامون یعنی از سنت ما آگاه نیستن، همین آخرین کتابی که دوست ارجمندمون نام بردن، ابن سینا و حکمت مشرقیه، کربن باید از فرانسه پاشه بیاد اینجا به ما بگه که قلب پروژه ابن سینا انسانه و اصلا ابن سینا هیچ نسبت جدی با سنت یونانی نداره. تو این کتاب هم من تلاش کردم و جناب آقای صدوقی رو تشویق کردم که برخی از نوشته هایی که ما داریم بخونم، که آخرین سخنرانی من همین بحث باب دوم کتاب الحروف فارابی بود که بخش از همین کتاب جدید من هست. و جناب آقای صدوقی هم دو سه تا نکته‌ای که عنوان کرده بودن گفت خوبه پول هستن، اگر فارابی در سده چهارم چون این حرفی را درباره اندیشه ما و نسبت ما با یونان بیان کرده بود. اینی که من عنوان کردم خوشحال هستم از باب این نیست که آقای دکتر نصری ما با هم رفاقتی داریم، از باب این هستش که این کتاب اهمیت بنیادین داره. اهمیت بنیادینش از این حیث هست که معنای زندگی در جامعه ما به نحو نادرستی نسبت داده شده به خانشی که ما احتمالاً از شوپنهاور به این سمت داریم و قهرمان این سپهر رو نیچه میدونن که به واسطه وضعیت پوچگرایانه ای که در غرب حاکم شد یا نیهیلیسم. میدونید ما دو تا رویکرد مهم داریم، یکی رویکرد این که زندگی ارزشی نداره و دیدگاه شوپنهاوری هست که آقای دکتر نصری به خوبی در این کتاب دیدگاه شوپنهاور رو مطرح کردن. تو ایران کم خونده میشه، شوپنهاور اهمیت جدی داره، عمدتا اساتید و دانشجویان یا هگل میخونن یا هایدگر، انگار هیچ متفکر دیگه غیر از اینها ما در این دو سده یا سه سده نداریم. شوپنهاور از این باب که به سنت شرق توجه کرده، حجم زیادی از آراش مربوط به سنت شرق، البته نتیجه گیریهاش مربوط به سنت غرب هست. نیچه از آن حیث که عنوان میکنه ما هیچ راهی نداریم برای بیرون رفتن از نهیلیسم به زندگی آری بگیم و توجه کنیم به زندگی. اما همه تون مستحضرید که فهم شوپنهاور و نیچه تا امروز مانند متس یا کاتینگهام به تعبیر علامه جعفری در درون زندگی طبیعیه. من تا مدت ها فکر میکردم آخرین پروژه علامه جعفری حیات معقوله.
من تو یادداشت‌های علامه جعفری که نگاه می‌کردم عنوانش این بود که ما یه مرتبه بالاتر از حیات معقول داریم که وضعیت برتر حیات معقوله. دیروز که مجموعه رسائل علامه طباطبایی رو نگاه می‌کردم، جلد دومش که بحث برهان رو مطرح می‌کرد، شبیه همین فرمایش علامه جعفری هم توش بود. من حجم یادداشتام زیاده، ولی فرمودم 15 دقیقه، احتمالاً گفتم یه احوالپرسی با شما بکنم، دو سه تا نکته عرض بکنم و خداحافظی بکنم. نه میدونم، آره میدونم، یعنی من از باب این بود که اعتذار خودم رو بیان بکنم که خیلی از مطالب رو حالا انشالله تو یک فرصت تو رونمایی دوم که آقای دکتر میخوان داشته باشن اونجا عرض خواهم کرد. من سخنم این هست که تمام فیلسوفان دین، حالا مثلا کانیلسون که آقای دکتر فرمودن باز دیندارتره نسبت کاینیلسون، حجم نقدهایی که به ویتگنشتاین وارد میکنه خیلی بالاست و خیلی هم زیاد هست و عنوان میکنه که ویتگنشتاین علی رغم همه توجهی که در ایران ما در یک دوره و تا الان هم ادامه داره بهش شده، نتونست تفتم پیدا بکنه به آنچرا که بنیاد دین هست و دین رو سراسر اسرارآمیز میدونه و در نهایت در گزاره هفتم تراکتاتوس عنوان میکنه ساکت باشیم بهتر از این که حکم بکنیم. سخنم این هستش که ما چیزی رو که تحت عنوان معنای زندگی در رسانه‌هامون، در دانشگاه‌هامون، در دپارتمان‌هامون و به دانشجویانمون داریم بیان می‌کنیم تنها فهم غربیه. فهم غربی این هست که خود زندگی اصالتی نداره، انسان هم اصالتی نداره. ما در یک وضعیت دشواری قرار گرفتیم، برای اینکه پاسخ بدیم به این رویکرد مجبوریم که این رو طرح بکنیم. من اسم این رو میذارم نگاه سلبی تمام متفکران مغرب زمین تا کنون درباره معنای زندگی به انسان و زندگی. اما دیدگاه علامه جعفری دیدگاه ایجابی است و اتفاقا آقای دکتر نصری حجم بحث‌هایی که آوردن، خب آخرین بحث آقای دکتر نصری بحث مرگ تو اون قسمت علامه جعفری، ولی باز اون رو ایجابی دارن نگاه میکنن، ایجابی نگاه میکنن، یعنی اگر شما بتونید اون نسبت‌های چهارگانه‌ای که علامه جعفری درباره انسان با مبدأ، با خدا، با خودش و هستی مطرح می‌کنه. سخنم چیه؟ سخنم اینه، فهم علامه جعفری و در قبل اون شرح آقای دکتر نصری یک فهم بنیادین از انسان و زندگیه. یعنی اینگونه نیست که ما دچار معضلی یا اجتماعی یا فکری شدیم این میتونه تسکینش بده، نه، این نظریه جایگزین نیست، این نظریه بنیادینه، یعنی خودش یک شالوده هست. فکر میکنم دکتر نصری موفق شدن که در کتاب این نکته رو بتونن مطرح بکنن که تفاوت‌های اساسی و بنیادین ما چیه. من در همین کتاب اخیر فارابی که یک ماه و اندی چاپ شده و در نمایشگاه هم عرضه شده بود، تیتر دومش اینه، تیتر اولش خانش اینو از فلسفه فارابی، تیتر دومش گسست معرفتی بنیادین از سنت یونانی. دغدغه فارابی، ابن سینا و فیلسوفان ما دغدغه و اقتضائات و پرسش‌های یونان نیست. دغدغه علامه جعفری نیست که تنها به راسل بخواد جواب بده یا به فیلسوفان غرب بخواد جواب بده. اینا دغدغه‌های نقضیه به قول ملا صدر. اما دغدغه حلش اینه که اساساً در سنت اسلامی شما نمیتونید بدون فهم انسان، بدون فهم فلسفه زندگی بخواید آراء نسبت به اون رو فراهم بکنید و نظامی بچینید. این نکته اول بود که من عنوان کردم که این کتاب اهمیت داره. من دو تا از کتابای دکتر نصری رو به خودشون هم گفتم که اهمیت دارن. خیلی خوش اومدید. اون کتابی که آقای دکتر نصری در جستجوی حکمت درباره مرحوم حائری هم نوشتن هم همین اهمیت بنیادین رو داره. نکته دوم بحث من اینه که میتونم از دکتر نصری خواهش بکنم در چاپ دوم به جای تعدد افرادی که آوردن، آی دکتر این توانایی رو دارن چون یکی از کسانی هستن که در باب معنای زندگی، حالا فارغ از شرعی که نسبت به علامه دارن، خودشون دیدگاه مستقلی دارن. من پیشنهادم اینه که به گونه شناسی آرای معنای زندگی بپردازم. واقعا آیر اینقدر برای ما اهمیتی نداره در درون حلقه پوزیتیویستا، گرچه آقای دکتر همه رو احضار کردن. خیلی از افراد، من پیشنهادم اینه که آقای دکتر میتونن دیدگاه خدا محورانه، غایت محورانه، طبیعت محورانه و انسان محورانه رو درباره معنای زندگی گونه شناسی بکنن
و همه این آرا رو در اونجا قرار بدن و برتری دیدگاه علامه رو نسبت به این گونه شناسی بتونن درست‌تر نشون بدن. به عبارت دیگه، من خودم اگر فکر میکنم عجله نبود، آقای دکتر نصری یک مقدمه خیلی خوبی رو در این باب میتونستم فراهم بکنم، چون کتاب رو که میخونیم خب ما آشنا هستیم با آرای آقای دکتر نصری، اما کسی دیگه که میخونه شاید یک صفحه دو صفحه مقدمه ناکافی باشه. ناکافی از باب این که شما ممکنه مجبور باشین 150 صفحه آرای غربی ها رو ببینید که درست هم هست، و اینکه میخواست همه آرا رو فراهم بکنه بچینه بعد دیدگاه علامه رو بیان بکنه. ولی من پور حسن انتظار دارم آقای دکتر نصری یک مقدمه 20 صفحه‌ای درباره اهمیت همین دو تا روی کرد. یعنی ما گاهی وقتا میگیم صلح از باب این هستش که جنگ نباشه، گاهی وقتا میگیم نه، صلح توفیل جنگ نیست، صلح خودش یک بنیاده. اینا که دارم عرض میکنم همه آراء علامه جعفری هست. این گونه نیست که بگیم چون جنگ نباشد صلح باشد، این گونه نیست که بگیم چون دوچار وضعیت مغرب زمین و نیهیلیسم نشیم بنابراین به معنای زندگی بپردازیم، نه. یعنی این در اندیشه علامه جعفری و متفکران دیگه که من معتقد هستم که این سنت از فارابی آغاز میشه و بستش با ابن سینا هست، این وجود داره. نکته سوم بحث من این هستش که آقای دکتر نصری، خب به نظر من در میان اساتیدی که من دیدم نسبت به آرای علامه جعفری، حالا نمیخوام این واژه رو استفاده بکنم بگم تسلط داره، فهم درستی داره. ببینید خیلی از اساتید گاهی به دکتر نصری رو من میگفتن علامه جعفری مگه اینقدر آرا داره که شما تو هر موضوعی میخواید دیدگاه علامه جعفری در این مسئله بسنجید، ارزیابی بکنید و داوری بکنید. من بهشون گفتم چند تا از آثار علامه رو خوندید؟ گفت خوندیم. گفتم نه، دقیقا بگید کدوم کتابش. هیچ کدوم از اساتید کتاب فلسفه زندگی علامه رو نخونده بودن. و ما سال گذشته همراه آقای دکتر گلشنی عزیز که خیلی دوستشون دارم و آقای دکتر نصری بیشتر از من دوستشون دارن و عنوان میکنن ما در حوزه علوم پایه یا غیر علوم انسانی استادی ندیدیم که چنین دغدغه‌ای را نسبت به علوم انسانی داشته باشن، و همراه آقای دکتر نصری که تبریز بودیم برای همایش علامه جعفری همین بحث بود که خیلی از آقایونی که اومده بودن سخنرانی کرده بودن میفهمیدیم که بسیاری از کتاب‌های علامه رو اصلا تورق نکرده بودن. اینی که من عنوان میکنم، خب آقای دکتر نصری تسلط فهمی نسبت به آرای علامه دارن. من سخنم این هستش که مباحثی که در اینجا مطرح شد تکرار نیست. اگر اینو ندونید فکر میکنید آقای دکتر نصری اومده حجم انبوی از آرای علامه رو دوباره تکرار آورده، نه تکرار نیست. اینها پاسخ به همون پرسش اوله. پاسخ به پرسش اول اینه که پرسش از انسان و هدف زندگی پرسش بنیادین هست یا نیست. اگر نتونید این مؤلفه ها رو کنار هم قرار بدید نمیتونید اون رو دریابید. نکته چهارمم که یه نکته قبل از نکته آخر هست اینه، ما امروزه درباره مقایسه فیلسوفان و سنت ما با متفکران مغرب زمین یک پرسش اساسی داریم و اون این هست: متفکران مغرب زمین در یک زمینه و بافتار فکری متفاوتی زیستن با اقتضائات و پرسش‌های متفاوت. ما اصلا میتونیم آراء متفکرانمون را با اونها مقایسه بکنیم؟ خب من، آقای دکتر نصری و دیگران الان درگیر فلسفه تطبیقی هستیم و پرسش مهم فلسفه تطبیقی این هست: آیا در فلسفه تطبیقی، یعنی مقایسه آراء علامه جعفری و دیگران، ما میخوایم تنها تفاوتها و شباهتها را نشون بدیم یا نه ما میخواییم بر اساس فهم و خانشی که از مبانی و مبادی آراء فکریشون رو میکنیم بیان بکنیم که این آراء بنیادهاش کدومه، اون آراء بنیادهاش چگونه است؟ ما قصد مقایسه علامه جعفری با یک پژوهشگر به نام تدئومتس رو نداریم. حالا نمیخوام از دکتر نصیب بپرسم چرا اصرار داری حتما با سیم بیاری، حتما به من جواب میدی که یک نویسنده تو مقالش اصرار کرد با سیم بیاریم، که خب این عبارت ها بعدن میشه حرف زد. تو جامعه ما الان وقتی میگی معنای زندگی، یه استاد تمامی دائما یا میگه کاتینگام یا میگه متس.
من اونا رو در حد یک پژوهشگر میدونم، یه پژوهشگری که آقای دکتر نصری هم خیلی هم روی اونا اعتنایی به معنا فیلسوف نیستن. علامه جعفری فیلسوفه. میتونیم از آقای دکتر نصری بپرسیم که مبنای مقایسه چی هست؟ میدونید ما در مبنای مقایسه یه آراء پیشا اورسلی داریم، یه آراء اورسلی داریم که عنوان رساله دکتراش کمپارتیو فیلسوفی هست، یه آراء قربانی داریم که پدیدارشناسی هست، یه آراء جدیدن داریم که از متفکر هندی که در حوزه سنت آلمانی بوده به نام مال ادهر که ایشون بنیانگذار فلسفه میان فرهنگی هستن تا ویمر داریم. ما همه اینا رو نابسنده میدونیم، همه اینا نابسنده برای اینکه اروپا محوره. پرسشی که آقای دکتر جناب آقای صدوقی سها از من داشتن تو همایش که آقای پورحسن این حرفی که از فارابی نقل کردید حرف مهمیه، ما الان ذیل اروپا محوری داریم اندیشه ها رو میخونیم. آقای دکتر نصری تلاش زیادی کرد، چون مدت طولانی است که من و ایشون داریم نقد میکنیم اروپا محوری رو، همون اینکه در ذیل غرب بخونیم یا نخونیم. من سخنم اینه که این یک مطالعه تطبیقی میتونه بشه آقای دکتر نصری، اگر اون بخش پایانی در 15 صفحه که من فکر میکنم اندک تحت عنوان مقایسه، یعنی خیلی روشنتر و مهمتر، و این میتونه یکی از کتابهای مهم تو حوزه فلسفه تطبیقی بشه. من آخرین نکته رو عرض بکنم، سرتون درد نیارم. آخرین نکته این هست، ما امروزه نیازمند هستیم متفکران اسلامی رو دوباره بخونیم. اما چگونه بخونیم؟ با پرسش‌ها و تلنگرهایی که در اون ور دنیا شکل گرفت. همین، اونها بنیاد نیستن برای ما، چون اگر بنیاد باشن متفکران ما رو همین جوری خوندن که ما دیدیم، که تمام متفکران و فیلسوفان ما رو تحت عنوان نو افلاطونی مسلمان میارن. یعنی نمیگن فارابی، نمیگن ابن سینا، میگن نو افلاطونی مسلمان. ما باید اونها رو بخونیم. اینی که من میگم باید، خب میدونید یعنی رساله دکترا دکتر نصری اون بره، یعنی یاسپرس تاثیراتشون هم اون بره. من حرفم اینه که ما باید پرسش ها و تلنگرها و بحث هایی که اونها مطرح کردن رو اونها رو بگیریم، فیلسوفانمون رو زندوار بخونیم. ما الان فیلسوفانمون خونده نمیشه، تو جامعه خونده نمیشه، عده نخبگان میخونن، متوجه پرسش ها و معضلات جامعه نیستیم. ما الان کدامی که از پرسش های اجتماعی و معضلات اجتماعی رو بر اساس آراء علامه جعفری اومدیم حرف زدیم و بحث کردیم، چه تو صدا و سیما چه تو رسانه؟ دائما شما نگاه میکنید از ماکس وبر تو غرب شروع میکنن تا گیدنس. یعنی ما اصلا تو حوزه جامعه شناسی روان شناسی متفکران ما حضوری ندارن. اینی که من عنوان میکنم این یک گام مهم هست. آریگویی به زندگی مسئله مهمی است که در مغرب زمین به نظر من از نیچه شروع شده، چون پیشا نیچه در واقع میشه گفت نگاه کاملا سلبی هست، و الان هم نویسندگان ما انگار ما در سنت اسلامی نباید بیایم این پرسش رو مطرح بکنیم و از دریچه متفکران اسلامی بخونیم. این میتونه اولین گام باشه و مهمترین گام هم محسوب میشه، چون الان بحث های مهمی که ما به نحو انضمامی در جامعه داریم، از معنای زندگی، از مباحث مربوط به بحث انسان، اینها میتونه از سنت اسلامی ما در آورده بشه، خونده بشه و خانش مجددی صورت بگیره. خیلی متشکرم، ببخشید طولانی شد، احتمالاً چند دقیقه هم من بیشتر از زمانم صحبت کردم. مسئله معنای زندگی از جمله مسائل مهم فلسفه‌های معاصر است. در دوران جدید این بحث در ابتدا در فلسفه‌های اگزیستانس مطرح شد و سپس فیلسوفان تحلیلی به بررسی ابعاد گوناگون آن پرداختند. فیلسوفان گذشته از معنای زندگی بحث نمی‌کردند، چرا که معناداری زندگی پیش‌فرض آنها و عمدتاً مسائل مربوط به زندگی مسئله سعادت بود. در مواجهه با اندیشه‌های متفکران و نویسندگان پوچگرای غرب، مسئله معنای زندگی وارد فضای فکری جامعه ما شد که متاسفانه فیلسوفان معاصر جز علامه جعفری به بحث جدی درباره این مسئله نپرداختند. ایشان علاوه بر سه اثر مستقل در زمینه معنای زندگی، در لابلای بسیاری از آثار خود نیز معنای حیات و هدف زندگی را به بحث گذارده که در این اثر به تحلیل و
بررسی آنها پرداخته شده است. مو به مو خواندم من از آیات قرآن کریم، من ندیدم قبل بسم الله شیطان رجیم. من هم تبریک میگم این گذرگاه و نسیم زندگی که جناب استادم دکتر نصری در واقع خلق کردن. زندگی چیست؟ بگو سوختن است. سوختن شعله برافروختن است. در گذرگاه نسیم ایام شمع جان را شرر آموختن است. حضرت استاد میگه که ما در نمایشنامه بزرگ هستی هم بازیگریم هم تماشاگر. در تماشاخانه این روزگار ما به ناچاری تماشاگر شدیم. خیش هم بازیگر این صحنه ایم، هم درون صحنه بازیگر شدیم. دلش آینه قرآن حق بود، که او علامه ایمان حق بود. نمیگویم که شد انسان کامل، ولیکن کاملا انسان حق بود.